به نام یاد خدای بخشاینده و مهربان سلام و درود عرض میکنم خدمت همه کسانی که از طریق این ویدیو ما را بیننده هستند. اینجا مکان است که در پهلوی ما لیسه سروری برادران قرار داره و این میدانی که به این سرحد رسیده پختکاری شده هم مربوط لیسه سروری برادران هست و این میدان توسط جمعی از دوستایی که در سیویس هستند کار از آغاز شده به می سرحد رسیده که حدودا ما تا فعلا 60,000 افغانی کمک دریافت کردیم و در حدود 1,000,000 افغانی فعلا مصرف برداشته. خوب 60 آید چون بوده 1,000,000 مصرف چون بوده. آره درسته. خب میدان را چند در چند جور کده استاد؟ میدان فعلا 22/11 هست و ما تلاش کردیم که میدان حداقل یک طرح برای دوستا دادیم هم خب. این میدان قابل استفاده برای فوتسال هم شود، در اون صورت میدان باید هم از عرض خود گسترده شود هم از طول خود. درسته. خب او چقدر براورد شدن، چقدر هزینه برخواد بود؟ حدودا مجموع مصارفی که از آغاز تا به حال را اگر 2,000,000 افغانی باشه ما میتونیم این میدان را هم گسترش بدیم، کلان کنیم، هم اطراف میدان را جا برای تماشاچی جور کنیم و هم جالب بگیریم و هم میدان رنگامیزی شود. بسیار خوب دیگه فقط کافیه که دوستا 1,40,000 گروان کنه دیگه مشکل شما کاملا حل است. بله. ما از وید دوستایی که از سوئیس تا این حد با ما همکاری کردن جهان سپاس میکنیم، اما دوستانی که در کشورهای دیگه هستن ما درخواست ما این است که حداقل اونا هم حمایت کنن این پروسه را تا یک مکان خوب سالم برای ورزش دوستان منطقه، برای شاگردان مکتب شد. درسته. انجمن همبستگی تیلوم هم سهم گرفته نگرفته آقای پارساسی؟ مشخصی پولی که آمده از کدام آدرس مشخص نامده، فقط یک تعداد دوستایی که در سوئیس بودن اونا پیشتاز شدن، پیشگام شدن تا این پروسه آغاز شد. خب ورزش و برنامه ورزشی چی قدر جایگاه درنده تیلوم؟ دوستا برنامه ورزشی داره یا خیر؟ مطمئنا جوانان تیلوم خصوصا شاگردان ما، شاگردان مکتب ما خیلی علاقمند فوتبال، والیبال هستند، اما متاسفانه ما مکانی برای فوتبال نداریم. ما حداقل خواستیم که میدان یک مکان برای فوتسال شود تا حداقل در کنار والیبال شاگردان مکتب، جوانان منطقه بتونه به سرگرمی فوتسال هم رو بیاره و در قسمت فوتسال هم تمرین داشته باشه تا ما در آینده نزدیک مسابقات بین تیم‌های ورزشی مکاتب برگزار کنیم. درسته. قبل از این میدان شما یک جای مناسب برای ورزش نداشتین؟ نه خیر، همین محیط بود، محیط خامه بود. بله. به اصطلاح یک مکان سالم نبود، به لحاظ صحی هم مشکلات خاص خود را داشت. و این فعلا میدان پخته کاری شده، ان شاءالله از این به بعد به یک مکان سالم صحی هم تبدیل میشه. بله. دیگه ولی ما مکانی برای فوتبال یا فوتسال نداشتیم. درسته. ساختن همچو جایگاه و مکان ورزشی میدان والیبال و فوتسال چقدر میتونه که برای رشد بهتر اطفال وطن مؤثر باشن پرساسه؟ خب طبعا ورزش در همه جهان تثبیت شده که امروز نه تنها که ورزش همبستگی را ایجاد میکنه میان جامعه بشری، حتی میان همین جوانان همین منطقه میتونه اتفاق را خلق کنه، اتحاد را خلق کنه. بله. و حداقل از سرگرمی سالم برای جوانان ایجاد شود و میتونه از راههایی که خیلی مضر هست جوانان به احتیاط رو نآوره، به ورزش رو بیاره، ورزش کنه. بله. هم تن سالم داشته باشه و هم همراه تن سالم خوب درس بخونه و در جامعه در آینده وطن اثرگذار باشه. خوب است. کیفیت کار چه قسمی است؟ آیا شما مطمئن هستین که کار خوب پیش رفته؟ تا به حال آره، کیفیت کار ما تلاش کردیم که فیصدی بیشتر سیمیت 3-1 سیمیت گرد شده، 2 حصه ریگ گرد شده، 1 حصه سیمیت که بیشتر از او گنجایش نداره. دیگه اینمی ما تلاش کردیم که کیفیت کار بهتر بیه. 2 حصه ریگ 1 حصه؟ 3 حصه ریگ. 3 حصه ریگ 1 حصه سیمیت. صحیح. بخاطر که دوستا اعتراض کرده بودن در یک کار گفتن که 2 حصه ریگ 1 حصه سیمیت خیلی زیاد هستن. بله. و این نه تنها که باعث استحکامیت نمیشه که باعث
از بین رفتن و فاسد شدن کارم باشن. همکارا شاگردا اینا گفتنی ندارن در این باره؟ دوستا یکی دو نفر. بسم الله الرحمن الرحیم. اول نوبت خود از تمام دوستایی که از همراهی ما همکاری کرده تشکر میکنم، چی در خارج است چی در داخل است، و بازم کوشش کنه که همراهی ما همکاری کنه تا همی جایی که ما ورزش میکنیم آزادتر باشه، و ما کوشش کنیم که هم والیبال اینجا ادامه بدیم هم فوتسال ادامه بدیم. بله دیگه از تمام دوستایی که در خارج هستن من این تقاضا دارم که هر یکشان به توانی که دارن همراه ما همکاری کنه، و تا کوشش کنیم یک جای مناسب برای ورزش اینجا داشته باشیم. سلامت باشین. تشکر. تشکر. بخیر باشین. و البته که اطراف شدن باید توری بگیرین دیگه. بله تصمیم ما تصمیم داریم که دوربر از این جای تماشاشی هم داشته باشیم، و توری هم دوربرش گرفته میشه که توپ مثلا دور نره، چون اون طرف از ما که شما میبینین طرف آب است، بعد از این آب خیلی زیاد میاد از گلی پاتو دیگه توپ خراب میشه، تر میشه، ما نمیتونیم اینجا درست تمرین کنیم و بازی کنیم اینجا. بله ای امکانش هست که دبلی ازی کدام یک سقف آهنی را هم دوستا رویش اعمار کنن؟ در این باره چیز نظر داره؟ آه چرا میشه، چون جایش کلان است، میشه که اینجا بالایش سقف قرار کنیم، چون از طریق در روزای بارانی هم استفادهش نه؟ آره از پایه محکم، چون میتونیم که در زمان باران باران هر وقت که تابستان زمستان هر وقت میتونیم که از او بازی کنیم و بازی های خود را اینجا ادامه بدیم. تشکر. موفق باشین. بخیر باشین. خب شما والیبال مونین فوتبال مونین در کدام تیم هستین؟ ما خود در تیم اتحاد تعلوم هستم. بله. نامم نثار است، نثار حیدری. بله. دیگه مدت چند سال میشه که در تیم اتحاد تعلوم بازی میکنم و بچه والیبال. ماشاءالله. تعلوم تیم فوتبال هم دارن؟ تیم فوتبال داشت ولی چون جایش مناسب نبود فعلا نداره. بسیار خوب. بسیار خوب. دیگه کی مگه از دوستا؟ یک نفر. ذبیح الله جان شما در کدام ورزش روی آوردین؟ فوتبال، والیبال؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترامات خدمت بیننده ها، کسایی که در این عرصه ما رو کمک کرده تا ما کسته این میدان را جای مساعدی برای ورزش بسازیم. من خودم کسته در بخش فوتبال هم علاقه مندم و در بخش والیبال هم، از این خاطر که زمینه به خاطر فوتبال نیسته، یک زمینه مساعدی که بیتنه جوانا در زو زمینه ورزش کنه، به خاطر همزی کسته من خودم در این بخش والیبال خیلی کم کم فعالیت منم. بله. و دیگه کسته ما از دوستا خواهش منم تا کسته همراه از ما همکاری کنه تا کسته اینمی زمینه فوتبال هم کسته در اینجی بیشتر مساحت تر بسازیم. شما در تعلوم در نظر میدان فوتبال ندارید ده؟ نه برای فعلا ندارم. خب بسیار با یک هزینه کم مشه که به جای فوتبال رو بسازد، چون زمین هموار است. بخیر باشین. انشالله که همه فوتسال شون همه جور شنن و توری گرفته شنن، جای تماشاچی باشه بسیار. یا البته که یکان جام هم بینین باز ما رو هم بیرین که ما هم داوری کنیم. بخیر قدقای پارسا صاحب چطور آقای پارسا هست؟ انشالله در نظر آقای پارسا شما همه افتتاح پول را تشکتانه خوردید، ما خبر نکدین دیگه. خیر باشه، مشکل نداره. خوب سید دیگه، موفق باشین، دستون در نکنه، سلامت سرفراز باشین.